بیماری ایدز وقتی 40 سال پیش برای اولین بار شناسایی شد، حکم مجازات اعدام برای فرد مبتلا را به همراه داشت. با این حال، ایدز رفته رفته به یک بیماری مزمن اما قابل علاج تبدیل شد. روز اول دسامبر، روز جهانی ایدز نامگذاری شده و یادآور این واقعیت است. به رغم پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی در مبارزه با بیماری ایدز حاصل شده، این بیماری مصری هنوز همراه ماست. جزئیات بیشتر در برگردان فارسی گزارش کارول پیرسون از صدای آمریکا. آگاهی رسانی، آزمایش رایگان و آموزش شیوه‌های جلوگیری درباره بیماری از ویژگی‌های روز جهانی ایدز در سراسر جهان است. وزیران بهداشتی که اولین روز ماه دسامبر را به روز جهانی ایدز اختصاص دادند، متوجه این نکته بودند که ویروس HIV به رغم دیگر ویروس‌ها می‌تواند عالمگیر شود. پال کاواتا از همان اوایل به یک فعال مبارزه با ایدز تبدیل شد. من روزهای اول یادم میاد، ایامی که ضمن تلاش و مبارزه افرادی رو که دوست داشتیم به خاک میسپردیم. دکتر آنتونی فاسی نیز از روز اول در مبارزه با ایدز سهیم بود. او برای درمان HIV کار و تلاش کرده است. شیوه درمان مؤثری که با مصرف روزانه یک قرص از انتقال ویروس جلوگیری میکند، یا قرص ترووادا که ابتلای احتمالی یک فرد غیر آلوده به ایدز را غیر ممکن میکند. دکتر فاسی میگوید ریشه‌کن کردن ایدز ساده است. اگر این دو کار انجام بشود، یعنی اگر درمان افراد مبتلا به عنوان پیشگیری و طب محافظتی برای افرادی که در خطر ابتلا قرار دارند به طور کامل اجرا شود، از نظر تئوری میتوان این بیماری را ریشه‌کن کرد. این داروها به میزان قابل ملاحظه ای از شمار تلفات ناشی از ایدز کاسته است. مرگ و میر ناشی از ایدز از سال 2004 به این طرف بیش از 55% کم شده است. اما فقط 60% افراد آلوده به ویروس HIV دارو مصرف می کنند. پال کاواتا برای نهادی کار می کند که مبلغ برابری سلامت و عدالت نژادی در مبارزه با ایدز است. به گفته او، شیوع ایدز در مناطقی که تبعیض وجود دارد بیشتر به چشم می خورد. اول اینکه خطر ابتلا غالبا برای سیاه‌پوستان بیشتر است، دوم همجنسگرایان و سوم فقرا. اکثر افراد مبتلا به ایدز در ایالات متحده را فقرا تشکیل می‌دهند. مبتلایان به ایدز در خارج از آمریکا بیشتر از طبقه متوسط یا کم درآمدند. نوجوانان به خاطر دسترسی نداشتن به آزمایش رایگان، بیمه درمانی و مشاوره پزشکی در همه جا در معرض خطر قرار دارند. از همین رو آنتونی فاسی میگوید دارو به تنهایی کافی نیست. ما بدون واکسن قادر به ریشه‌کن کردن HIV نخواهیم بود. دکتر فاسی میگوید پیشرفت در زمینه تولید واکسن امید بخش است، اما در حال حاضر بهترین کار متقاعد کردن افراد به آزمایش است تا مبتلایان درمان شوند و کسانی که در معرض ابتلا قرار دارند داروی ترووادا مصرف کنند.